أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. خب دربارة باره زوایای زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها در این مدت حدود دو ماه داریم صحبت میکنیم و روز شنبه هم روز ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و انشاءالله در این مسجد هم روز یک شنبه ساعت شش برنامه برگزار هست یک شخصی خدمت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیدن و عرض کرد یا رسول الله من گرسنه هستم و حالا مسافر بود از راه دور آمده بود به هر ترتیبه پیامبر گرامی اسلام فرستادند کسی را که از منزلشان غذا بیارد خب اون زمان اسلام در اوج ترقی اقتصادی نبود همه فقیر بودند گرسنه بودند رفتن در منزلشان شخصی را فرستادند که غذا بیار در منزل پیانبر هم غذا نبود و برگشت که غذا نیست پیانبر گرامی اسلام ایستادند و فرمودن کی میای یک این گرسنه را غذا بدهد چون این به ما پناه آورده باید امشب این سیر شود یک شخص حاضر شود که این آقا را ببرد و غذا بدهد امشب در بعضی از کتابها آمده است که یکی از مردان انصار بعد الان عرض می کنیم. در بعضی کتاب ها آمده مهاجر بالاخره کتاب ها فرق می کند الان ارز میکنیم که کی بوده شخصا آمدن و گفتن پس من میبرم این را غذا میدهم خب در روایات زیادی این را به حضرت علی علیه السلام فرمودن که حضرت علی علیه السلام این مطلب را فرمودن و آقا امام علی علیه السلام این فرد گرسنه را بدون که اطلاع داشته باشد آیا در خانه چیز هست یا نیست برد با خودش چون مسلما خانی پیامبر گرامی اسلام وقت غذا نباشد خانی حضرت علی علیه السلام و غذا نیست و وقت رفتن داخل خانه به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که غذای چیزی هست فرمودن غذا نیست غذای خاص ما نداریم یک مقدار کمی غذا این رو بر کودکان خود امام حسن و امام حسین گذاشتیم حضرت زینب سلام الله علیه ها که اینها بخورن آقا علی علیه السلام فرمودن طبق این روایت که شما بچه رو یک جور بخوابان یک جور بچه ها رو بخوابان که این غذا رو ما بر مهمان بده. که این اکرام مهمان فاطمه زهرا سلام الله علیه ها رو نشان خب فاطمه زهرا سلام الله علیه ها اینا رو بر هر شکلی که بود خواباند و بعد آقا دستور فرمودن که غذا رو بیاور پیش از اینه که غذا آورده بشود این نور خانه را شمعایش خاموش کردن و کم کردن یک نور خیلی ضعیف را گذاشتن و غذا را گذاشتن خب این مهمان که غریبه ای بود و گرسنه هم بود خب بسیار با ولع غذا را شروع کرد بخوردن آقا هم همینطوری دست خود را میگذاشتن داخل غذا و ادای غذا خوردن را در میاردن حالا یک ذره چیز بر می‌داشتند یا بر نمی‌داشتند داشتن بالاخره به حساب این میگذاشتن که آه. و بعد این نور میگن چرا اینقدر خاموش کرده بود کم کرده بود به خاطر کون مهمان فکر کند که این هم همینطور که من لغمه های قوی بر می‌دارم این آقا هم همینطور هست ولی آقا یاش بر نمی‌داشت یا اگر بر می بسیار یک ذره کمره تا این مهمان سیر شد خب وقتی صبح آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام خدمت پیامبر گرامی اسلام رسیدن پیامبر گرامی اسلام فرمودن چیکار کردی؟ آقا علی علیه السلام فرمودن چطور؟ گفتن یک آیه در این شعن تو نازل شد و این آیه این هست سوره حشر آیه نو و یعترون علا انفسهم ولو کان بهم خصاصه اونها دیگران و یا مهاجران و یا غریبه اینها را بر خود مقدم میکنند در هرچند چند فقیر باشند هرچند خودشان خیلی به اون احتیاج دارند یعنی شما ببینید ایثار این خاندان را و اکرام مهمان این خاندان را که حتی نه خودشان غذا خوردن نه خود فاطمه زهرا سلام الله علیها و حتی اون غذایی که بر کودکان گذاشته بودند را هم جلوی مهمان گذاشتن این سیره عیمه اطهار علیه السلام به خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها هست اگر نه هیچ خانمی حاضر نیست که غذای بچه خود را بدهد بر کسی دیگر خب اگر شما به حساب یک روز غذا نباشد اول کسی که اعتراض میکند خانم هست خب شاید بگه حالا من خودم یک جوری بکنم ولی از بچه ها که نمیگذرم به هر شکلی باید بر بچه ها غذا ولی به خاطر اکرام و احترام مهمان نه خودش غذا خورد و نه آقا علی علیه السلام و حتی کودکان را هم گرسنه خواباند